بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان نازنینم. محمد بصیری هستم و خیلی خوش اومدید به جلسه هفتم ماه اول پولسازی. همین اول کاری بهتون بگم که اگر جلسات قبلی رو گوش نکردید همینجا استوب بزنید، ابتدا 6 جلسه قبلی رو گوش کنید و بعد جلسه هفتم رو پلی کنید. خیلی خوشحالم از اینکه در 3 هفته گذشته همراه شما بودم و چقدر پیام‌های دلنشین برای پشتیبانی ما ارسال کردید، چقدر پیام داشتیم که سر کار رفتید، چقدر پیام داشتید که پول وارد زندگیتون شده، حالتون بهتر شده، نتایج فوق‌العاده گرفتید و ما واقعا خوشحالیم که 3 هفته شما عزیزان رو در کنار خودمون داریم و 3 هفته گذشته حال ما هم نسبت به قدیم خیلی بهتر شده، چون ما زمانی که میتونیم به بقیه کمک کنیم حال خودمونم از قبل خیلی خیلی بهتر میشه. ما در دوره پولسازی میخوایم یه ساختمون 7 طبقه رو به صورت مثال بسازیم و طبقه به طبقه بیایم بالا. باید اسکلتش رو درست کنیم، پی ساختمونش رو درست کنیم و تیکه تیکه بیایم بالا. کلن اسکلت و پی ساختمون و طبقه اولش میشه متافیزیک و باورها، طبقه دوم میشه استعدادیابی، ما باید استعدادهای شما رو پیدا کنیم، طبقه سوم میشه رشد شخصی، طبقه چهارم میشه دوران گذار کسب و کار، طبقه پنجم میشه اینستارا انداختن و تبلیغات اسمارت، طبقه ششم میشه راه اندازی کسب و کار و طبقه هفتم میشه افزایش مشتری و ایجاد مشتری وفادار. رفقا ما هنوز در مرحله اولیم، هنوز تو مرحله پی ساختمون اسکلت و طبقه اولیم و هنوز در مرحله متافیزیک قرار داریم. ماه اول کلن مال متافیزیکه، برای ساختن باورهای پولسازه و از ماه دوم ما وارد استعدادیابی و رشد شخصی میشیم. تا زمانی که اسکلت ساختمونمون درست نباشه با اولین باد و بارون و زلزله میاد پایین ساختمونمون. باید پیسازی خوبی کرد. اول میخوان یه ساختمون رو بسازن، باید چیکار کنن؟ باید گودبرداری کنن. گودبرداری به چه کاری میگن؟ به برداشتن حجم زیادی از خاک زمین گفته میشه. حفره زیادی به عمق حداقل 1 متر برای ساختمون بلندتر گودبرداری که انجام میشه میزان بیشتریه تا به اصطلاح میگن به سطح بکر برسه. پس برای ساختن یک ساختمون ابتدا گودبرداری میکنن. پیسازی و گودبرداری چقدر شبیه کاریه که من در ماه اول پولسازی با شما عزیزانم انجام دادم. براتون گودبرداری میکنم در ماه اول. یعنی چی؟ یعنی باورهای منفیتون رو در میارم از ذهنتون، بعد کف محل گودبرداری و سیمان میریزن، بعدم بتن میریزن، آرماتور بندی میکنن، اسکلت فلزی و و و. همین مراحل در ابتدا باید انجام بشه. مگه میشه یه ساختمون چند طبقه رو بدون پیریزی ساخت، بدون خاک برداری، بدون بتن ریزی، بدون اسکلت؟ شما این مراحل رو انجام نده و شروع کن به چیندن آجر، چه اتفاقی میافته؟ به طبقه دوم نرسیدی میریزه پایین و خسارات جانی و مالی به خودت و اطرافیانت وارد میکنه. در پولسازی 7 مرحله‌ای که من آموزش میدم جوری ساختمونتو میسازی که زلزله 10 ریشتری هم نمیتونه کوچکترین آسیبی بهش وارد کنه. یکی از اشتباهاتی که ما ایرونیا داریم ماست مالی کردنه. به طرف هی میگیم اول آخرشو بهم بگو، ولی من این کار رو انجام نمیدم. من مرحله به مرحله ساختمان موفقیت شما رو، ساختمون پولسازی شما رو دارم میارم بالا. من واسه تون گودبرداری انجام میدم، برای تون بتن ریزی انجام میدم، اسکلت درستی سوار میکنم و بعد طبقات رو دونه دونه میارم بالا. علمی ترین روش پولسازی در ایران رو دارم بهتون آموزش میدم. فقط باید صبور باشید.
جلسه هفتم به جرأت میتونم بگم مهمترین جلسه ماه اوله. البته جلسه هفتم و هشتم، جلسه هشتم هم خیلی مهمه. ازتون میخوام خوب گوش کنید و با دقت جلسه هفتم رو چندین و چند بار گوش کنید. جلسه هفتم پاسخ به سوالات خیلی از شما عزیزانه. جلسه هفتم رو به صورت چندین تا نکته بهتون ارائه میدم. نکته اول، دیگه وارد جلسه هفتم شدیم. نکته اولی که میخوام در جلسه هفتم بهت بگم اینه که در جلسه سوم من یه سوال مهم از شما عزیزان پرسیدم، این که باورهای محدود کنندتون به جز اون مواردی که من بهتون در تست پولسازی گفتم چیه؟ خیلی ها جواب فرستادن و یه سری هم گفتن نمیدونیم، یه سری دیگه گفتن ما باورهای محدود کننده اصلا نداریم. سوال، مگه میشه آدم باور محدود کننده نداشته باشه؟ من با خیلی از ثروتمندان ایران رفیقم، با خیلی هاشون گفتگو کردم، مصاحبه کردم، نکاتو ازشون کشیدم بیرون. آدم موفقهای ایران و جهان همشون هر هفته به دنبال باورهای محدود کننده هستن. بعد طرف با درآمد 1,000,000 میگه باور محدود کننده دیگه ای ندارم، طرف میگه باور منفی ندارم. خب مشخصه این آدم نمیخواد تغییر کنه و شرکتش در کلاس پولسازی هم هیچ فایده ای نداره، چون من مدرس روش کارو بهتون توضیح میدم و باورهای عمومی محدود کننده رو میگم، ولی باورهای اختصاصی رو شما دیگه باید خودتون بگردین و پیدا کنین. باید بگردی و ببینی چه باور منفی دیگه داری که فرایند رشد تو رو متوقف کرده. هر وقت گفتی من دیگه ایراد ندارم، کار تمومه. انیشتن یه جمله معروف داره، این جملهشو واقعا من دوست دارم. انیشتن میگه ما در زندگی سختی میکشیم که سختی نکشیم. به عجب جمله ای میگه، ما در زندگی سختی میکشیم که چی بشه؟ که سختی نکشیم. یک سری از کارهایی که ما تو زندگی انجام میدیم اوایلش سختی داره، ولی چرا ما این سختی رو داریم میکشیم؟ برای اینکه دیگه سختی نکشیم. ببینین، پیدا کردن باورهای منفی برای شمایی که هیچ وقت راجبش فکر نکرده بودی سخت یکم، ولی ما در زندگی سختی میکشیم که سختی نکشیم. یعنی الان یکم سختی میکشیم، باورهای محدود کننده رو پیدا میکنیم و تا آخر عمرمون دیگه سختی زیادی رو نمیکشیم. ولی اگه الان باورهای مشکلدارتو پیدا نکنی، تا آخر عمرت باید سختی بکشی و هی با خودت تکرار میکنی نابرد رنج گنج میسر نمی شود، و تا آخر عمرت باید رنج بکشی، آخرش هم به گنج هم نمی رسی. ببینید، کسی که میگه من باور منفی ندارم، نمیدونم اصلا باور منفی چیه، دقیقاً مثل کسیه که میره پیش دکتر، دکتر میگه چه مشکلی داری عزیزم؟ طرف میگه درد دارم. دکتر ازش میپرسه خب عزیزم کجات درد میکنه؟ طرف میگه نمیدونم. دکتر میگه دردش چجوریه؟ میگیره ول میکنه چجوریه؟ میگه نمیدونم. دکتر میگه از کی شروع به درد کرده؟ بازم میگه نمیدونم. دکتر میگه دستتو بده فشارتو بگیرم، میگه حوصله ندارم. بعد همین آدم انتظار داره دکتر بهش نسخه شفا بخش دردشم بده. خب از درمان خبری نیست تا زمانی که از پاسخ دادن به سوالات فرار میکنید. در جلسات قبل بهتون گفتم مغز ما آدم ها طراحیش بر اساس سکون و حفظ شرایط موجوده، یعنی مغزمون دوست داره همون جایی که هست بمونه. خیلی نکته مهمیه، مغزمون دوست داره همون جایی که هست بمونه، چون رفتن به موقعیت های جدید خطرناکه و مغز ما از خطر فراریه. برای همین هزار تا بهونه برات جور میکنه تا تو دیگه فکر نکنی.
برای همینه که همه دانشمندان جهان این همه روی فکر کردن توصیه دارن. مغزت همه کار میکنه تا تو فکر نکنی، تا تو متوجه ایرادت نشی، تا تو تغییر نکنی. طراحی مغزت اینجوریه. برای همینی که هزار تا بهونه جور میکنی تا این فایلا رو ادامه ندی، و اگرم ادامه میدی ناقص انجامش بدی. و در نهایت به این جملهم توجه کن، تویی که برای زندگی تصمیم میگیری. 100% نتایج زندگی تو به تصمیم‌های تو بستگی داره. تو امروز تصمیم‌های بهتر بگیر، زندگی بهتری نصیبت میشه. الان تو تصمیم بگیر تا آخر دوره رو خوب گوش کنی، خوب تمریناتو انجام بدی، تا آخرش ادامه بدی، تا آخرش صبور باشی، بعد ببین چه نتایجی برات حاصل میشه. یکی از دردناکترین لحظات دنیای بعدی و به تعبیری جهان آخرت یک چیزه. به جمله‌ام توجه کن. یکی از دردناکترین لحظات جهان بعدیمون یک چیزه. روبرو شدن ما با کسیه که میتونستیم بشیم و نشدیم. خیلی این جمله حرف داره. روبرو شدن ما با کسیه که میتونستیم بشیم و نشدیم. بعد به خودمون میگیم چرا من زندگی اینقدر بدبختانه ای داشتم، بیچاره ای داشتم، فقیرانه ای داشتم. اگر این دوره رو ادامه میدادم به ثروت میرسیدم. عزیز دلم، خدا تو رو وارد پولسازی کرده تا گام به گام رشد کنی. این که تو وسط راه رهاش کنی دیگه تصمیم با خودته. نکته دومی که در جلسه هفتم ماه اول پولسازی میخوام بهت بگم اینه که دوره رو شروع کردی، نشونه اومده برات جایی سرمایه گذاری کنی. از من میپرسی سرمایه گذاری کنم یا نکنم؟ پاسخ من اینه که خیر، اجازه سرمایه گذاری نداری. تا پایان 3 ماه و تکمیل شدن فرایند آموزش اجازه سرمایه گذاری در کسب و کار جدیدی رو نداری. بذارین آموزش هاتون تکمیل بشه و اینا فقط نشونه است. هر نشونه یا نباید دنبال کرد. یه سری ها پیام دادن پیشنهاد کاری بهشون شده از زمانی که دوره رو شروع کرده بودن. بعد از من پرسیده بودن که آی بسیری برم سر کار یا نه. سر کار رفتن شما 3 شرط داره که اگر این 3 شرط توش رعایت می شد میتونی کار جدید رو قبول کنی. شرط اول، کسب و کاری که بهت پیشنهاد میشه نباید سرمایه گذاری بخواد، حتی 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون. پس نیاز به هیچ سرمایه گذاری نباید داشته باشه. شرط دوم، این کاری که جدیدی که میخوای شروع کنی باید بهت حس خوب بده. و شرط سوم، باید عزت نفستو افزایش بده. در غیر این صورت اگر میخوای بری تو کاری که تو سری خور بشی اجازه نداری که بری. پس اگر میخوای سر کاری بری باید 3 شرط داشته باشه: سرمایه گذاری نخواد، حس خوبی به شما بده و عزت نفستو افزایش بده، یعنی شما رو آدم ارزشمندتری کنه. وگرنه اگر یه جایی میخوای بری که تو سری خور بقیه بشی و تحقیرت کنن اجازه رفتن سر کارو نداری. توجه کنید که سرمایه گذاری که بهتون گفتم فقط تا پایان 3 ماهه. زمانی که استعدادیابی شما در ماه دوم شد، دوران گذارتو شروع کردی، رشد شخصی رو شروع کردی و کارو یاد گرفتی، بعد میتونی کاریو شروع کنی که سرمایه گذاری بخواد. پس الان اجازه نداری وارد کاری بشی که نیاز به سرمایه گذاری داره، ولی پایان 3 ماه میتونی. خب 2 تا نکته رو تا الان گفتم. نکته سوم، از من خیلی سوال پرسیده میشه که وقتی باور من تغییر میکنه یا نزدیک به تغییر کردن اساسیه همش باید حالمون خوب باشه؟ پاسخ مشخصه. خب معلومه که نه. هیچ انسانی در جهان وجود نداره که دائما حالش خوب باشه. مهم برایند روزهاتونه که بیشتر اتفاقات خوبه یا بد، بیشتر حال خوبه یا حال بد. یه نکته دیگه، به این نکته میخوام که خوب دقت کنید.
شما در یک شرکت هستید که این شرکت چندین تا بخش داره که در هر بخشش چندین نفر کار میکنن. پس شما توی یه شرکتی که چندین بخش داره، در هر بخش چندین نفرم کار میکنن. چند نفر نظافتچی در یک بخشن، چند نفر آبدارچیان، چند نفر منشیان، چند نفر امنیتن، چند نفر کارمندن، چند نفر معاونن، چند نفر نایب رئیسن و یک نفرم رئیسه. خب پس شما در یک شرکت اینجوری با این مشخصات داری کار میکنی. شما وقتی باورهاتو تغییر میدی، یعنی داری از یک پست این شرکت میری یک پست دیگه. پس زمانی که تو باورتو تغییر میدی، یعنی داری از یک پست این شرکت میری یک پست دیگه. هر پستم حقوق مخصوص خودشو داره، با شرایط خاص خودش، با اضافه کاری مخصوص خودش، با مرخصی‌های مخصوص خودش. فرض کنید شما و آدمای اطرافتون در ابتدای دوره پولسازی همتون در بخش مثلا منشی این شرکت فعالیت میکردید. حالا شما رشد میکنی و باورهاتو تغییر میدی و ارتقای جایگاه میگیری و میشی معاون شرکت. وقتی معاون شرکت میشی در جایگاه جدید احتمال داره با آبدارچیا، با منشیا دیگه در ارتباط نباشی. الان معاونی، اگر بشی مسئول یه بخشی باز با معاونا ممکنه در ارتباط نباشی. اگر بشی نایب رئیس شاید با معاونا، منشیا و بخش امنیت و بقیه بخشا دیگه در ارتباط نباشی. میخوام چی رو بهتون بگم؟ نمیدونم متوجه شدید یا نه. میخوام اینو بهتون بگم، شما در هر پست شرکت با آدمهای خاصی فقط در ارتباط هستید و برای ارتقای جایگاهتون باید دل بکنین از آدمهای جایگاه قبلیتون. این یکی از نکات مخفیه که در ایران خیلی از مدرسان نمیدونن. نکته طلاییه. یک بار دیگه بهتون بگم، شما در هر پست این شرکت با آدم‌های خاصی در ارتباطید، با آدم‌های هم لول همون پست. وقتی پست تغییر می‌کنه با آدم‌های پست جدید در ارتباطی و ارتباطت با آدم‌های پست قبلیت یا کم میشه یا قطع میشه. خب طرف شروع میکنه به تغییر دادن باورهاش، بعد یهو رابطهش با دوست پسر چند سالش کات میشه. بعد بهم میگه که استاد، از زمانی که با شما شروع کردم اتفاق خوب افتاده ولی یه اتفاق بدی هم افتاده. میگم اون که اتفاق بد نیست، شما رشد کردید. اگر همراهت نتونه همگام با شما رشد کنه، خداوند اون فرد رو در زندگیت کمرنگ میکنه. چه نیازیه معاون شرکت هر روز و هر روز با آبدارچی شرکت در ارتباط باشه؟ برای همین وقتی دوره رو شروع میکنید، اولاش همسرت باهات مخالفت داره، ولی بعد چند هفته همون همسرت با شما میاد داخل یک خط. اینا همش به صورت ناخودآگاهه، چون اگر با شما رشد نکنه این افراد خارج میشن از زندگیتون. عجب نکته‌ای بهتون گفتم. پس هر اتفاقی که میفته در زندگیتون در جهت رشد شماست. آدم‌های زندگی قبلی اگر همگام با شما رشد نکنن، از زندگیتون خارج میشن یا در زندگیتون کمرنگ میشن. یادم میاد حدود 10 سال پیش یه منشی عزیزی در یکی از دوره‌هام شرکت کرد. یه خانم حدوداً 20-22 ساله با رویات خیلی لطیفی که داشت. این خانم رئیس شرکتش بهش نظر داشت و محیط مزخرفی رو براش درست کرده بود. یعنی یه جوری بود که 3 تا منشی بودن، اون 2 تا منشی دیگه با رئیس شرکت در ارتباط بودن، حقوقشون هم رفته بود بالا و این بنده خدایی که به رئیس شرکت پا نمیداد حقوقش پایین بود. 2 هفته که از دوره گذشته بود، اولین نشانه‌ای که تو زندگیش ایجاد شد این بود که از این شرکت اخراج شد. زمانی که فهمیدم اخراج شده، در جا خدا رو شکر کردم. گفتم عزیزم،
داری هدایت میشی توسط خداوند. گفت ولی من اخراج شدم. گفتم بهش وقتی از خدا میخوای یه کار جدیدی رو برات درست کنه، باید از کار قبلی خارج بشی. با دست پر که نمیشه چیز جدیدی رو برداشت. تا آخر دوره پولسازی حضوریمون بهش اجازه ندادم که وارد کار جدید بشه. جالب این که رئیس شرکتش حدود یک ماه بعد از اینکه اخراجش کرده بود دوباره بهش زنگ زده بود، با حقوق دو برابر بهش پیشنهاد داده بود. گفتم این نشونه است، خدا رو شکر کن و بهش بگو بهترش رو میخوام. سر اون کار نرفت، پیش اون رئیس بر نگشت. 6 ماه سخت و گذروند چون تنها منبع درآمدش بود. از خانوادهش قرض گرفت پول، هزینه دوره منو با فروختن طلاهاش داده بود. پایان کلاس پولسازی حضوری آرایشگاه زد و به 1 سال نکشیده درآمدی داشت نزدیک به 20 برابر منشیگریش. باش چند وقت پیش صحبت میکردم، راجع به درآمدش میگفت الان درآمدم رسیده به ماهی 150 میلیون تومان. کلینیک زیبایی دارم که توش کار لیزر و اینا انجام میدم. همه این اتفاقات عالی از کجا شروع شد؟ دوست دارم تو بهم بگی. اتفاقات عالی زندگی این آدم از اخراجش شروع شد. حالا اگر اون آدم میگفت بسیری خدا لعنتت کنه که با کلاست باعث اخراجم شدی، یعنی پیام خداوند رو نگرفته. و کسی که پیام خداوند رو نگیره، من بشارت رو بهش میدم، زندگی رنجاوری خواهد داشت. پس در بدترین اتفاقهایی هم که تو زندگی میفته نشانه های خداوند پنهانه. فقط کافیه که تو دست خداوند رو درون اتفاقات زندگیت ببینی و با قدرت به مسیر ادامه بدی. خدا برای اینکه چیز جدیدی رو بهت بده، بعضی وقتا یه چیزی رو از زندگی قدیم تو میگیره. اگر تو به اون چیز قدیم چسبیده باشی، خدا بهت چیز جدید رو نمیده. پس گاهی باید دل کند از دوست داشتنی های قدیممون تا کسب کنیم دوست داشتنی های بزرگتری رو در زندگیمون. نکته چهارمی که میخوام بهتون بگم، بعضی میگن من نشونه ای ندیدم این چند وقته. من میخوام بهشون بگم ببین رفقا، من بیش از 10,000 دانشجو تا به امروز داشتم در دوره های پولسازیم. اونی که میگه من نشونه ندیدم، حتی 1% شک ندارم که دقت نکرده. نشونه ها دقیقا مثل ضربان قلب شماست. من یه سوال دارم، میشه یه روز ضربان قلبت نتپه؟ آره میشه، زمانی که مرده باشی. تا زمانی که زنده‌ای میتپه. نیروی تپش قلبت از کجا میاد؟ این همه دانشمندان رفتن تحقیق کردن، آخرش نفهمیدن این نیرو از کجا میاد. نیرو از جانب خداونده. نشانه های زندگیت هم هر روز اتفاق میفته به قدرت خداوند. هر روز و هر روز اتفاق میفته، ولی یه سری ها دقت نمیکنن، بعد میگن نشونه ای ندیدیم. غیر ممکنه اتفاق نیفته. نشونه هر اتفاق جدید در زندگیتونه. طرف پیام داده میگه حقوقمو این ماه که میخواستن واریز کنن 1 میلیون بیشتر واریز کردن. بعد ازم میپرسه این نشونه است؟ میگم داداش اگر نیست پس چیه؟ طرف میگه جایزه بردم، خودم یا اطرافیانم، این جایزه بردن نشونه است؟ میگم پس چیه؟ طرف میگه از فلانی پول میخواستم، پولمو برگردونده، سر کار بودم، بخشی از پولمو نگه داشته بود، اومده داده، با فلان کس آشنا شدم، فلانی کلی ازم تعریف کرد، یه ایده جدید اومده توی ذهنم، فلان بچه رو توی خیابون دیدمش، بهش کمک کردم، یهو بهم گفت تو دست خدایی. بعد از من میپرسن که آیا این چیزایی که ما دیدیم نشونه است؟ خب معلومه که نشونه است. نشونه ها راه ارتباطی خداوند با ماست. نشونه ها هدایای خداوند به ماست. حالا یه سوال، یکی براتون یه هدیه میخره، میذاره جلوتون، بعد شما از کنار هدیه بی تفاوت رد میشین، چه حسی دست میده به کسی که این هدیه رو واسط خریده؟
دفعه دوم واسط کادو میخره، بازم تو نمیبینی. دفعه سوم کادو میخره، تو یه دونه مرسی بی احساس میگی. خب طرف از یه جایی به بعد میگه من که مسخرت نیستم، هی برات هدیه بخرن، تو بهم زده حال بزنی. دقیقاً فکر کنید دقیقاً این رفتاریه که ما با خداوند و کائنات داریم. نشانه ها کادوهای خداونده، نشانه ها هدایای خداونده. وقتی من نمیبینمش، وقتی من بدون احساس باهاش برخورد میکنم، وقتی خوشحال نمیشم، باعث میشم نشونه های کمتری از الان به زندگیم بیاد. وقتی خوشحال بشیم میبینیم نشونه ها تقویت میشن. نشونه ها خیلی بستگی به رفتار شما دارن. شما زمانی که نشانه ها رو میبینی، زمانی که نشانه ها رو میبینی و ذوق زده میشی و خوشحالی میکنی، باعث تقویت نشونه ها میشی، باعث میشی نشونه های بیشتری وارد زندگیت بشه. من 13-14 سال پیش شاید روزی به زور یک نشونه میدیدم، چون سالها و سالها مدلی زندگی کرده بودم که اصلا نمیدونستم نشونه چیه، برای همین کلن نمیدیدمش. ولی الان روزی 10 نشونه میبینم، چون در همه انسانها به نشونه های خدا دقت کردم و تشکر کردم از خدا. پس به من نگید نشونه وجود نداره. کسی که به من میگه من نشونه ندیدم، این آدم دقت نکرده. نشونه ها هر روز و هر ساعت و هر ثانیه داره اتفاق میفته. غیر ممکنه تو یک روز تو سپری کنی نشونه وجود نداشته باشه. نشونه وجود داره، تو نمیبینیش. طرف میاد میگه که همسرم تا قبل از دوره هر وقت من میخواستم ازش پول بگیرم دهن منو سرویس میکرده، الان چند وقتی که خودش میاد به این پول میده، این نشونه است؟ خب مگه تغییر نیست؟ مگه اتفاق جدید نیست؟ مگه یک اتفاق کاملا متفاوت نسبت به قدیم نیست؟ پس چرا دوباره از من میپرسی که نشونه هست یا نیست؟ آره نشونه است. خدا داره میگه که راه درسته، ادامه بده. اصلا این نشونه ها میدونی چرا وارد زندگیت میشن؟ برای اینه که بهت بگن که مسیرت درسته، ادامه بده. اگر تو یک مسیر رو داری جلو میری و نشونه نمیبینی، یعنی مسیرت غلطه. اگر نشونه میبینی مسیرت درسته. چرا من با ایمان دارم میگم باید نشونه ببینی؟ چون مسیر پولسازی مسیر خداییه. چون مسیر درستیه. غیر ممکنه وارد دوره پولسازی من بشی و نشونه نبینی. تنها علتش اینه که تو دقت نمی کنی. تنها علتش اینه که تو ناراحتی. زمانی که ما ناراحتیم نشونه ها رو نمی بینیم، از کنار نشانه ها بی دقت رد میشیم. تا حالا نشده دوستت بهت بگه که فلان مغازه رو نزدیک خونت دیدی؟ میگی نه. میگه که کلی وقت باز شد، میگی ای من اصلا دقت نکرده بودم. خب بعضی وقتا تو زندگیمون دقت نمی کنیم. نشانه ها هر روز وارد زندگیمون میشه. دقت کن، توجه کن، نشانه ها رو ببین. هر شب قبل از خواب به خدا بگو خدایا فردا نشانه های جدید تو به هم نشون بده. به خدا بگو که به واسطه یه نشونه هات با من حرف بزن. بخواهید تا به شما داده شود. مگه میشه وارد دوره پولسازی بشی ولی نشونه نیاد تو زندگیت؟ نشونه داره میاد، هست، تو باید ببینیش. این که تو نمیبینیش وجود نشونه رو که نمیشه تکذیب کرد. نشونه هست، تو باید ببینیش. از خدا بخواه که نشونه ها رو یه جوری سر راهت قرار بده که بتونی در زندگی ببینیش.
نکته پنجم، جلسه پنجم در مورد باور احساس گناه صحبت کردم و گفتم بسم الله بگید. فرقی هم نداره که فارسی یا عربی بگید یا جمله مشابه بگید، اصلا هیچ فرقی نداره. بگید به نام خداوند بخشاینده مهربان یا بگید خدایا به امید تو، هر وقت یادتون بود بگید. من که خودم سال هاست دارم تمرین میکنم، همه جا نمیتونم بگم، بعضی جاها یادم میره. یکی دیگه از باورهای عمومی که به شدت در فرایند پولسازی تأثیر گذاره، باور فراوانیه. دارم یک مبحث جدید باز میکنم، یک باور عمومی که در ایران به شدت ما مشکل داریم، باور فراوانی اسمش. باور فراوانی چی میگه؟ باور فراوانی میگه بی نهایت ثروت، بی نهایت شغل، بی نهایت کار، بی نهایت ماشین، بی نهایت خونه در این عالم وجود داره. کسی که باور فراوانی رو در خودش ایجاد نکرده باشه، سراسر زندگیش پر از ترس، پر از استرس، پر از حال بد میشه و نعمتهای خداوند ازش دور میشه. باور فراوانی یکی از بنیادی ترین باورهای ما انسان هاست و غیر ممکنه کسی این باور رو در خودش ایجاد نکرده باشه و پولهای فوق‌العاده وارد زندگیش بشه. غیر ممکنه. من محمد بصری میگم غیر ممکنه. باور فراوانی میگه بی نهایت امکانات، پول، ثروت، منابع در این دنیا وجود داره. خداوند بی نهایته و همه چیزش در این عالم از قانون بی نهایت پیروی میکنه. اگر شما باور فراوانی در زندگیت ایجاد نکرده باشی، به پول فراوان در زندگیت نمیرسی، ثروتمند نمیشی. باور فراوانی باور بنیادیه، باوریه که با همه باورهای دیگه کار داره. تو باید باور فراوانی رو در خودت ایجاد کنی. حالا از کجا بدونیم که ما باور فراوانی داریم یا نداریم؟ این یکی از سوالاتی که خیلی از شما عزیزان از من میپرسین، میگن از کجا بدونیم که ما باور فراوانی رو داریم یا نه. من این جلسه میخوام تست باور فراوانی رو بهتون بدم و همینجا هم تحلیلش میکنم واسهتون. تست باور فراوانی دقیقاً مثل تست پولسازی 10 تا جمله داره. زمانی که من جملاتو میگم، اگر کاملا به جمله ایمان و اعتقاد داشتید نمره 10 بدید، اگر به جمله من اصلا اعتقاد نداشتید نمره 1 بدید، اگر یک کوچولو اعتقاد داشتید 3 و 4 و 5 و 6 بدید. نمراتو که دادید آخرش برای 10 تا جمله رو جمع میکنید. اگر نمره شما زیر 80 شد، یعنی این باور هنوز در شما ایجاد نشده و باید روش کار کنید. یه چیز دیگه، مغزتون در بیشتر مواقع میخواد گولتون بزنه، یعنی میخواد یه کاری کنه که جملات رو نمره بالای الکی بدید تا نمرت بالای 80 بشه، تا روی باور فراوانی کار نکنی، تا پول وارد زندگیت نشه، تا زندگیت تغییر نکنه. مغز شما بر اساس حالت سکون طراحی شده، پس به جملاتم خیلی دقت کن. ازت میخوام که جملات رو روی کاغذم یادداشت کنی. جمله اول، پس به جملات بین 1 دادن نمره بده. اگر خیلی بهش اعتقاد داشتی نمره 10، اگر کمتر اعتقاد داشتی نمره 5، اگر اصلا اعتقاد نداشتی نمره 1. من 10 تا جمله تست فراوانی رو بهتون بگم. یه چیز دیگه قبل از این که من تست فراوانی رو بهتون بگم، من اولین نفری بودم که در ایران حدود 12 سال پیش که من تست فراوانی رو به پولسازی اضافه کردم، من تست فراوانی رو وارد ایران کردم و تو این 12 ساله یه سری از اساتید عزیز دقیقاً همین جملاتی که من میگم و توی کلاساشون اضافه کردن. گاهی وقتا این حجم کپیکاری رو که میبینم واقعا خندم میگیره. بذارید یه خاطره خیلی باحال بهتون بگم. من تو ماه سوم پولسازی یه تکنیک دارم به نام تکنیک MB. ام اول محمد، بی اول بصیری. تکنیک خالقش خودمم و به شدت جواب میده و فوق‌العاده است. من زمانی که تکنیک MB رو در کلاس‌های پولسازی مطرح کردم، جالب بود که حدود 1 ماه بعدش
یه سری از مدرسینی که پیج بالای 1 میلیون نفرم دارن در دوره هاشون یه تکنیک اضافه کردن. فکر میکنید اسم تکنیک چی بود؟ خودتون بگید. اسم تکنیک بود تکنیک MB. دقیقاً همون اسم تکنیک منو گذاشته بودن توی دوره شون و دقیقاً همون چیزی که من توضیح میدادم و توضیح میدادن. بنده های خدا نمیدونستن نمیدونستن که MB مخفف محمد بصیریه، وگرنه حداقل اسمش رو عوض میکردن. متاسفانه در ایران خیلی از مدرسین حتی به دنبال آموزش جدید نیستن، به دنبال خلق کردن نیستن، به دنبال کمک گرفتن از خدای درونشون نیستن. من اعتقاد دارم همه پاسخ‌ها در درونم وجود داره. برای همین زمانی که دوره پولسازی رو نوشتم، بیش از 1 دهه گذشته من نوشتم، توی این سالها هی ادیت کردم، هی ویرایش جدید کردم. من زمانی که دوره رو می‌نویسم، ادیت می‌کنم، خیلی وقتا متن‌هایی که براتون می‌نویسم از اطلاعات درونی خودمه، چون من اعتقاد دارم خیلی از پاسخ‌ها در درون من وجود داره و چون صحبتامو از درون خودمه شاید به دل شما میشینه که این همه استقبال میکنید. من هر روز بین 12 تا 15 هزار تا فقط دایرکت توی تنها پیج رسمی خودم دارم که محمد بصیری 1 آیدیش. این نشون دهنده محبت شما مردمه، این نشون دهنده لطف شما مردمه، این نشون دهنده اینه که شما ارتباط برقرار کردید با دوره من. حالا یک مدرس دیگه که فقط کپی میکنه از بنده، بعد ناراحته که چرا بصیری مخاطب داره من مخاطب ندارم. در دنیا همیشه اونهایی که خالق باشن نتایج فوق‌العاده میگیرن، مخصوصا تو کسب و کار یه کوچولو کمتره، گاهی وقتا کپی میشه از خارج کشور کرد و اجرا کرد، ولی در فرایند آموزش خالق بودن خیلی مهمه. خب موضوع عوض شد، من برگردم روی تست فراوانی. میخوام تست فراوانی رو با شما مردم نازنین مطرح کنم. تست فراوانی 10 تا جمله داشت. جمله اول، یادداشت کنید و بعد نمره بدید. جمله اول: من به راحتی روزی 10 نشونه میبینم. این جمله اوله. کسی که باور فراوانی داره میدونه بی نهایت نشانه در این عالم وجود داره. کسی که باور فراوانی داره دنبال نشانه ها نمیگرده، نشانه ها رو به راحتی میبینه. بدون اینکه دنبالش بگرده روزانه 10 ها نشانه میبینه. پس اگر به راحتی حداقل روزی 10 تا نشونه میبینی، نمره رو بزن 10. اگر نمیبینی کمتر. اگر به زور 1 دونه میبینی یا اصلا نمیبینی، بزن نمره 1. پس جمله اول چی شد؟ من به راحتی روزی 10 تا نشونه میبینم. جمله دوم، یادداشت کن: من به راحتی 10 تا ایده کسب و کار خود را نوشتم. خب 10 تا ایده تو چجوری نوشتی؟ آیا به راحتی نوشتی یا کلی فکر کردی؟ اگر به راحتی نوشتی نمره 10، اگر اصلا ننوشتی نمره 1، اگر با سختی نوشتی نمره 3 و 4 و 5 و 6. جمله سوم، قبل از اینکه جمله سومو بگم باید بهت بگم که اگر باور فراوانی رو درست کنی، پول وارد زندگیت میشه. چرا؟ چون باور فراوانی نداشتن مثل ترمز دستی بالا بودن در یک ماشینه. تو ترمز دستیت بالا باشه، هی گاز بده، اتفاقی میفته؟ نه، هیچ اتفاقی نمیفته. باید باور فراوانی رو در خودتون ایجاد کنید. جمله سوم از تست باور فراوانی رو بهت بگم. جمله سوم اینه: من اگر از کارم اخراج شوم، به راحتی میتوانم دوباره سر کار بروم. اگر از کار اخراج چی؟ فکر میکنی به راحتی میتونی دوباره سر کار بری؟ اگر آره، 10 بزن. اگر فکر میکنی نمیتونی بری، باید نمره خیلی پایین تری بدی بر اساس باوری که داری. پس من اگر از کارم اخراج بشم، به راحتی میتونم دوباره سر کار برم. باور فراوانی کار دارم، کار محدودیت نداره. حالا نکته جالب، باز هم توی جلسات حضوریم بوده، یه کسی همین جمله رو اومده 10 زده. بعد بهش میگم که تو این جمله رو 10 زدی، چرا 2 هفته پیش اومدی به من گفتی آی بصیری همش ترسم اینه که از کارم اخراجم کنن؟ تو اگر واقعا باور فراوانی داری و باورت واقعا 10 هست تو این جمله، اگر از کار اخراج بشی
دوباره راحت میتونی بری سر کار. پس چرا بهم گفتی من میترسم از کارم اخراج بشم؟ وقتی میگی میترسم، ترس نشونه کمبود ایمانه. هر جا ایمان کاهش پیدا کنه، ترس رشد پیدا میکنه. پس اگر جایی تو زندگی میترسی، یعنی ایمانت پایینه. حالا ایمانت به خودت، خدا، قوانین، ایمانت پایینه. پس جمله سوم چی شد؟ من اگر از کارم اخراج بشم، به راحتی مجدد میتونم سر کار برم. جمله چهارم، با ثروتمند شدن هر کس از شانس ثروتمند شدن بقیه کمتر نمی شود. متوجه جمله رو یادداشت کن. با ثروتمند شدن هر کس شانس ثروتمند شدن بقیه کمتر نمی شود. کسی که باور فراوانی ثروت داره اصلا ناراحت نمیشه از اینکه همسایه‌اش ثروتمند بشه، چون میدونه ثروت بی نهایته. خزانه های خداوند بی نهایته. خداوند بی نهایته. پول که محدودیت نداره، پول هست هر چقدر بخوای. طرف پیام داده به پشتیبانیمون با این مضمون، وقتی اینقدر اعضای کانال زیاد میشن، نمیشه که همه پولدار بشن. جمله رو ببین، طرف میگه چرا اینقدر اصلا زیاد شدن؟ همه که نمیتونن پولدار بشن. چرا همه نمیتونن پولدار بشن؟ تویی که میگی همه نمیتونن پولدار بشن، تو باور فراوانی پول نداری، باور ثروت نداری، باور فراوانی نداری. اگر باور فراوانی داشتی، میدونستی چه 3,000 نفر، چه 30,000 نفر، چه 300,000 نفر همه میتونن پولدار بشن. پول هیچ محدودیتی در زندگی ما نداره. هر چقدر دلمون بخواد میتونیم پولدار بیاریم. جمله پنجم، شانس فوق‌العاده همیشه در خونمو میزنه. بعضی اصلا میگن شانس فقط یک بار در خونه رو میزنه. اون آدم اعتقاد به باور فراوانی نداره. کسی که باور فراوانی داره میدونه که هر روز شانس در خونش رو میزنه. جمله پنجم خیلی جمله مهمی بود. جمله ششم، هر وقت پولی رو خرج میکنم احساس خوبی به دست میارم. طرف رفته واسه خودش لباس خریده، پایان لباس خریدن خوشحاله. پول خرج میکنه، رفته فست فود. الان کسی که میخواد بره فست فود با خانواده‌اش 4 نفر، حداقل 200,000-300,000 تومان خرجش میشه. اونی که میره 200,000-300,000 تومان خرج میکنه، آیا احساس خوب داره یا بد؟ اگر احساس خوب داره، باید نمره بده 10. اگر احساس خوب نداره، نمره پایین‌تری بده. اون کسی که میره خرج میکنه و احساس بد داره، باور فراوانی پول نداره. چون باور فراوانی پول نداره، همش نگران اینه که نکنه پولم تموم بشه. این جمله ششم، جملات رو دارم واسه تون تحلیل میکنم. جمله هفتم، کارمند خوب و پرتلاش خیلی پیدا میشه. کارمند خوب و پرتلاش خیلی پیدا میشه. اگر به این جمله اعتقاد 100% داری 10، اگر نداری نمره پایین تر. بعضی به من میگن آی بسیری، اصلا کارمند خوب پیدا نمیشه. کارمندا همشون دو در بازن، از زیر کار در میرن. خب اون آدم باید نمرشو بزنه 1، بزنه 2. کسی که باور فراوانی داره میدونه که کارمند خوب پیدا میشه، خیلی هم پیدا میشه. جمله هشتم، انسانی که بتوان به او اعتماد کرد خیلی پیدا میشود. خب تو فکر میکنی آدمای قابل اعتماد خیلی زیادن؟ اگر خیلی زیادن نمره 10، اگر فکر میکنی کم پیدا میشن نمره 1-2. منظورم از آدم قابل اعتماد یعنی کسیه که بتونی زندگی تو بسپری دستش، بتونی کار تو بسپری دستش. فکر میکنی خیلی پیدا میشن نمره 10، اگر نه نمره کمتر. نمرات واقعی بده. این باور فراوانی در خیلی از ما ایرانی ها وجود داره. طرف پیام داده نمیشه مشخصاتمو نفرستم. اصلا آدم خندش میگیره. میگم چرا؟ میگه نکنه سوء استفاده کنید. وقتی پشتیبانا این پیامو نشون دادن، نمیدونستم باید گریه کنم یا بخندم. طرف حتی میترسه مشخصات بفرسته که نکنه از مشخصاتش سوء استفاده بشه. این آدم به عالم و آدم بیعتماده. خب وقتی باورت بیعتمادیه، وقتی باورت یه چیزیه، خدا همیشه جوابش چیه؟ چشم.
باور بیعتمادی داری، خدا بهت میگه چشم، آدمایی رو سر راهت قرار میدم که روز به روز بیعتمادی تو رو افزایش بدن. خدا هر چی باور داشته باشی و بهت میگه چشم. تو باورت اینی که انسان قابل اعتماد کم پیدا میشه، خدا میگه چشم، باور تو بهت نشون میدم. تو باورت اینی که انسان قابل اعتماد زیاد پیدا میشه، میگه چشم، نشون میدم. تو باورت اینی که کارمند خوب پیدا میشه، زیادم پیدا میشه، خدا میگه چشم، نشونت میدم. تو باورت اینی که کارمند خوب پیدا نمیشه، خدا میگه چشم، نشونت میدم. تو هر چیزی که باور داشته باشی و خدا نشونت میده. کار خداوند نشون دادن باورهای تو به خودته. باورها تو توی زندگیت پدیدار میکنه. جمله نهم، تا به امروز بارها پیش اومده که در خیابون پول قابل توجهی پیدا کنم. اگر تا به امروز خیلی پیش اومده 10، اگر نه نمره کمتر. و جمله دهم، هیچ وقت، به این جمله خیلی دقت کن، هیچ وقت در خانه مکانی رو درست نمی کنم تا چیزهایی که دیگه به اون نیاز ندارم و به امید اون که روزی نیاز پیدا کنم نگه دارم. دوباره جمله دهم چی بود؟ هیچ وقت در خونه مکانی رو درست نمی کنم تا چیزهایی که دیگه به اون نیاز ندارم و به امید آن که روزی نیاز پیدا کنم نگه دارم. یعنی آشغال جمع کن نیستم. به انباری آدمای فقیر نگاه کن. تو رو خدا برید همین امروز یه سری آدم فقیر رو پیدا کنید، انباریاشون رو نگاه کنید. هر چیز به درد نخوری پیدا میشه، بعد بهشون میگیم که چرا هر چیز به درد نخوری رو نگه میداری. یه ضرب المثل غلط رو میان میگن. ضرب المثل چیه؟ هر چیز که خار آید یک روز به کار آید. طرف هیچ چیزی رو بیرون نمیریزه، آشغال جمع میکنه. ببخشید اینجوری میگم، باید بهت بر بخوره تا باورها تغییر کنه. حالا 10 تا جمله رو نمره بده، نمره واقعی. یعنی ازت میخوام که همش واقعی واقعی باشه. حالا ببین جمع نمرات چقدر شد. اگر جمع نمرات زیر 80 شد، باید روی باور فراوانیت کار کنی. باید روی باور فراوانیت کار کنی. ازت میخوام همینجا الان میگم، اصلا جمع نمرات باور فراوانی رو به آیدی پشتیبانیمون بفرست. پس اولین کاری که باید تو این جلسه انجام بدید، باور فراوانیت و نمراتشو جمع بزن، جمع نمراتشو به پشتیبانیمون بفرست. باور فراوانی یعنی ایمان داشته باشیم هر روز یک سری انسان به ثروتمندان دنیا اضافه میشن. چرا بعدی شما نباشی؟ یعنی ایمان داشته باشیم هر روز شغلای جدید ایجاد میشه. یعنی ایمان داشته باشیم بی نهایت پول و ثروت وجود داره. یعنی ایمان داشته باشیم بی نهایت مشتری وجود داره. این که تو یک مشتری تو از دست میدی اصلا مهم نیست، بی نهایت مشتری وجود داره. این که ایمان داشته باشیم بی نهایت مسیر وجود داره. این که باور داشته باشیم بی نهایت موقعیت وجود داره. این که باور داشته باشیم بی نهایت نشونه وجود داره. این که باور داشته باشیم بی نهایت دست خداوند وجود داره. وقتی باور من این میشه، وقتی باور فراوانی رو در خودمون ایجاد میکنیم، دیگه نگران نمیشیم که نکنه فلان کار درست نشه، نکنه فلانی اخراجم کنه، نکنه فلان کارم نگیره. نعمتهای خداوند که محدودیت نداره. این جهان روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. اساس خلقت جهان هستی بر پایه انبساطه. امیدوارم روزی بتونم ساعتها فقط راجع به همین جمله براتون توضیح بدم که اساس جهان هستی بر پایه انبساطه. جهان داره گسترش پیدا میکنه. شاید یکی از مهمترین علتهای نداشتن باور فراوانی حرفای غلطیه که از بچگی تو گوشمون خوندن. هی از بچگی به ما میگفتن منابع محدوده، هی میگفتن منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر. نه جانم، نه عزیز دلم، منابع محدود نیست. این باور من و توی که محدوده. برید تحقیق کنید در یک سال گذشته چقدر ذخایر جدید نفتی و گازی در دنیا کشف شده. ذخایری که از وجودش احدی خبردار نبوده و یهو با خبر
مقرر شدن. یک میدان گازی و نفتی پیدا میشه برابر با کل ذخایر تا به امروز یک کشور. یه زمانی میگفتن منابع 100 سال دیگه تموم میشه، بعد حالا میگن منابع 400 سال دیگه تموم میشه. کسی که خدا رو بشناسه، کسی که بی‌نهایت بودن خداوند رو درک کنه، میدونه که هیچ چیز این عالم تمومی نداره. اگر خدا خداست تموم نمیشه. تا زمانی که قدرتی وجود داره که باعث میشه ضربان قلب من ثانیه به ثانیه و منظم بتپه، ضربان قلب در بدن میلیاردها انسان منظم بتپه، این قدرت منابع جدید دیگه رو برای ما کنار گذاشته. نمیدونم یادتون میاد یا نه، حدودهای سال 2000 بود، میگفتن 2020 منابع آب زمین تموم میشه. خب الان تموم شد. الان به امکاناتی انسانها به کمک خداوند رسیدن که آبشو رو میتونن شیرین کنن. یه فکر کنید چند درصد زمین پوشیده از آب؟ چقدر ما اقیانوس داریم؟ تا حالا تو اقیانوس رفتید؟ میری تو اقیانوس، پهناور بودن اقیانوس یهو میگیرتت، یهو شوکه میشی، کل اقیانوس ها رو میشه شیرین کرد. 20 سال پیش میگفتن تولید برق یکی از محدودیت های اساسی زمینه و 20 سال دیگه با مشکل اساسی روبرو میشیم. الان که از سال 2020 گذشتیم با مشکل روبرو شدیم. ایلان ماسک از دانشمندان آمریکایی طرح تولید برق کل آمریکا رو با استفاده از انرژی خورشیدی داره طراحی و اجرا میکنه. با کمک خورشید برق کل آمریکا تأمین میشه. حالا یه سوال، مگه خورشید خاموش میشه؟ چند میلیارد سال مثل ساعت منظم داره میتابه و خواهد تابی چند میلیارد سال دیگه. الان در اروپا از گردباد دارن برق تولید میکنن. 80% برق ایسلند از مواد مذاب آتش فشانی زیر زمین حاصل میشه. خب این منابع قبلا کجا بود؟ چرا قبلا ازش برق تولید نمیکردن؟ خب انسان ها به کمک خداوند دارن پیشرفت میکنن، منابع جدیدی دارن کشف میکنن. جهان بر پایه گسترش بنا شده. باید این رو درک کنید، همه چیز این جهان در حال گسترشه. جهان بر پایه فراوانی بنا شده. ولی اینکه تو در این جهان پر از فراوانی چقدر برداشت داشته باشی به باورهات بستگی داره. باور فراوانی داشته باشی، بی نهایت امکانات، ثروت، پول وارد زندگیت میشه. یادت نره پول نتیجه است، علت باوره. پول نتیجه است، علت باوره. با خودت تکرار کن، پول نتیجه است، علت باوره. باور فراوانی به شدت مهمه و باید روش کار کنی. ما به نیروی به نام خداوند متصلیم که بی نهایته. وقتی به یک بی نهایت میشه وصل شد، دیگه قصه چی رو باید داشته باشیم؟ خداوند بی نهایته، بی نهایت دست داره که میتونه به ما روزی رسانی کنه. خداوند از بی نهایت راه به ما روزی میرسونه. بعد من برای چی نگران باشم؟ چرا قصه بخورم وقتی که من باور فراوانی رو دارم؟ چرا قصه بخورم وقتی من خداوند فراوانی رو دارم؟ خب تمرین این جلسه، یه تمرین این شد که جمع نمرات باور فراوانیتون رو به پشتیبانیمون بفرستید. یه تمرین دیگه که باید ارسال کنید اینه که نمونه های فراوانی که در طول روز میبینین رو یادداشت کنید. یادتون باشه بر روی هر چیزی که تمرکز کنید، دارم یه جمله درخشان میگم، بر روی هر چیزی که تمرکز کنید در زندگیتون گسترش پیدا میکنه. عجب جمله‌ای، روی هر چیزی که تمرکز کنید در زندگیتون گسترش پیدا میکنه. روی فقر تمرکز میکنی، فقر تو زندگیت گسترش پیدا میکنه. بر روی فراوانی تمرکز میکنی، فراوانی بیشتری رو به زندگیت دعوت میکنی. هر چیزی که از دیدگاه تو فراوانی رو روی کاغذ یادداشت کن و به عنوان تمرین دوم جلسه هفتم برای من ارسال کن. بذارید اصلا مثال بزنم. مثلا امروز شما صدها ماشین گران قیمت دیدی، میبینی صدها ماشین گران قیمت،
این فراوانیه. شما صدها خونه خوب دیدی، فراوانیه. صدها کسب و کار شلوغ دیدی، فراوانیه. کلی فیلم پرفروش جهانی دیدی، فراوانیه. صدها رنگ مختلف دیدی، فراوانیه. صدها جنس مختلف، طرح مختلف، هر چیزی که نشان از فراوانی داره، ازتون میخوام از الان تا آخر زندگیتون، نه فقط تا جلسه هشتم، نه فقط تا آخر دوره سه ماهه پولسازی، تا آخر زندگیتون برین بگردین به دنبال فراوانی و هر چی فراوانی در طول روز میبینی و یادداشت کنی. به قول مولانا جان که میگه گرد در طلب منزل جانی جانی، گرد در طلب لقمه نانی نانی. این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی، هر چیزی رو دنبالش بگردی پیداش میکنی. به دنبال فراوانی ها در زندگیتون باشید، به دنبال خداوند باشید. زمانی که به دنبال فراوانی در زندگیت میگردی، فراوانی رو پیدا میکنی. هر چیز که در جستن آنی آنی، برو بگرد دنبال فراوانی ها، بعد ببین که زندگی چطور پر از فراوانی میشه. برو بگرد دنبال خوبی و ببین چطور زندگیت پر از خوبی میشه. باور فراوانی رو توی ذهنت ایجاد کن، ببین چجوری پول و ثروت و خوشی و شادی و ماشین و امکانات و خونه و زمین وارد زندگیت میشه. هر چیز که در جستن آنی آنی، تو تبدیل میشی به هر چیزی که دنبالشی. دنبال چی؟ دنبال یک لقمه نونی، یک لقمه نونیات به زندگیت. دنبال هزار لقمه نونی، هزار لقمه نونیات به زندگیت. دنبال خدایی، خدا میاد تو زندگیت. دنبال چی تو زندگیت؟ دنبال هر چی باشی میاد تو زندگیت. فقط باید صبور باشی، فقط باید نشانهای خداوند رو درک کنی. جلسه بعدی آخرین جلسه ماه اولمونه. در پایان ماه اول، همینجا بهتون بگم، فقط کسایی به ماه دوم منتقل میشن که یکی از شرطاش اینه که تمرینات رو کامل انجام داده باشن. یه چند تا شرط دیگه هم داره که من گذاشتم برای جلسه هشتم، جلسه آخر ماه اول، تا راجبش باهاتون صحبت کنم. چرا میگم تمرینات رو انجام بدید؟ چون من خودم برای کارم خیلی ارزش قائلم. ازتون انتظار دارم همونقدی که من برای آموزش های 30 میلیونیم ارزش قائلم، شما هم برای آیندهتون ارزش قائل باشید. باور نمی کنید چیزهایی که من به شما یاد میدم، بعضی از جملاتی که من به شما میگم، من یه دوره شرکت کردم در یک کشور دنیا که 10 میلیون خرج کردم فقط یک جمله یاد بگیرم بهتون منتقل کنم. و تو این جمله رو اومدی در پولسازی دریافت کردی. جملاتی که بعضیش 10 میلیون تومان ارزششه، پس قدرشو بدون. چیزهایی که داره بهت ارائه میشه به شدت ارزشمنده. ازت میخوام برای آیندت ارزش قائل بشی. یک بار بهت گفتم 99% جامعه یک سال رو 70 بار تکرار میکنن و تعداد کمی از مردم جهان 70 سال عمر میکنن. اگر میخوای 70 سال عمر کنی و نه یک سال رو 70 بار تکرار کنی، باید تغییر کنی. تو زندگیت حیفه 70 سالت بشه و هنوز یه سفر خارج کشور نرفته باشی. واقعا حیفه سنت بره بالا، پول نداشته باشی یه ماشین خوب بخری، پول کنار بانک نداشته باشی. واقعا حیفه سنت بره بالا نگران جهیزیه دختر و خریدهای ازدواج پسرت باشی. مهم نیست در چه سنی داری اینا رو گوش میکنی. 20 سالته، 30 سالته، 40 سالته، 50 سالته، 60 سالته. میخوام بگم تا زمانی که تو نفس میکشی شانس تغییر داری. بی جهت نیست بین این همه فایل تو فایل های منو گوش میدی. خداوند بیشتر از خودت میخواد تو به موفقیت برسی، چون زمانی که تو به موفقیت میرسی، جهان گسترش پیدا میکنه. جهان بر پایه گسترش بنا شده. خدا میخواد تو بری و به موفقیت برسی.
تو جانشین خداوند بر روی زمینی، خدا بیشتر از تو میخواد تو به نتیجه برسی. پس آموزش ها رو دنبال کن، آموزش ها رو جدی بگیر، براشون وقت بذار و بارها 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 گوش کن. خب تو این جلسه راجع به باور فراوانی باهات صحبت کردم و باور فراوانی چطور ایجاد میشه؟ یکی از راه‌ها اینه که اون جمله پول هست رو تکرار کنی. یکی از راهاشه. یکی از راهاش هم امروز بهتون گفتم. گفتم یه تمرینی توی خونه انجام بدید. نمونه‌های فراوانی که در طول روز می‌بینید رو یادداشت کنید. هر روز نمونه‌های فراوانی رو یادداشت کنید. هر چی نمونه باور فراوانی پیدا کردی چیکار می‌کنی؟ یادداشتش می‌کنی و برای پشتیبانی ما ارسال می‌کنی. نمونه باور فراوانی مثل چی؟ بی نهایت لباس، بی نهایت موزیک، بی نهایت ماشین، بی نهایت کار، بی نهایت طراحی، بی نهایت رنگ، بی نهایت کفش، بی نهایت حالت مو. دنبال فراوانی باشید. هر فراوانی دنبالش باشید. پس از الان ما فقط روی فراوانی ها تمرکز میکنیم. خب رسیدیم به پایان جلسه هفتم ماه اول پولسازی. خیلی خوشحال شدم که یک جلسه دیگه با شما عزیزان جانم صحبت کردم. اینقدر حرفای درخشان توی ماهای آینده باهاتون دارم. براتون کلی جلسه فوق‌العاده طراحی کردم که شما بتونی با معمولی ترین کسب و کارهای موجود پولهای فراوون در بیاری. صدها آرایشگر تا به امروز شرکت کردن توی دوره پولسازیم که همشون بعد از اینکه دوره 3 ماهه رو تموم کردن درآمدهای بالای 50 میلیون کسب کردن با یک شغل معمولی. صدها نفر بعد از دوره من رفتن فروشگاه پوشاک زدن و درآمدهای 10 میلیونی کسب کردن. اصلا فرقی نداره ایده تو چی باشه، تو ایده تو ببر تو هفتا مرحله پولسازی و هفتا مرحله پولسازی رو طی کن. با ساده ترین ایده ها، با معمولی ترین ایده ها پولهای کلان در میاری. تا پایان دوره من میخوام کاریو با شما کنم که شما آخر دوره میگی بصیری که بود و چه کرد با من. خیلی زمانی که وارد دوره من میشن میگن آی بصیری زندگی ما دو بخش داره، یکی قبل از دوره پولسازی شما و دومی بعد از دوره پولسازی شما. یعنی زندگیشون به دو بخش تقسیم شده، اونقدر تو زندگیشون تغییر ایجاد شده که همین الانم خیلی دارن پیام میدن تغییر کرده زندگیم، شدم یک آدم دیگه، زندگیم شده یک حالت دیگه. اون آدم ها که میگن زندگیم تغییر کرده، یادتون باشه فایل های منو چندین و چند بار گوش کردن. جلسه ای بعد آخرین فایل ماه اول پولسازی رو براتون بارگذاری میکنم که جلسه بی نظیریه و نکاتی رو میخوام بهتون در جلسه هشتم ماه اول منتقل کنم که با این جزئیاتی که من منتقل میکنم هیچ کسی در ایران آموزش نمیده. و جلسه بعدی زمانی که برگزار شد بعدش وارد ماه دوم پولسازی بلافاصله میشیم. جلسات ماه دوم جلسات به شدت تخصصی تری در حوزه پولسازیه، چون میخواییم وارد مراحل بعدی بشیم، وارد مراحل بعدی پولسازی. خب خیلی خوشحال شدم از اینکه یک جلسه دیگه با شما یک درصدی های نازنین، با شما مردم نازنین صحبت کردم. مثل همیشه امیدوارم از آسمون براتون طلا بباره، امیدوارم از آسمون براتون حال خوش، روابط عالی، ثروت های حلال و پاک بباره. و تا جلسه هشتم پولسازی همه شما رفقای جانمو به خداوند منان می سپارم. شبتون بهشت.